الو، السلام عليكم. ايه محسن، كيفك؟ ايه انا حسن من لبنان. ايه انا ان شاء الله اليوم جاي على ايران. سلام حسن حبيبي، كيفك؟ أهلا وسهلا فيك بإيران. لا، ما اتفقنا هيك. لازم تحكي معي فارسي من أول وصولي على إيران. طيب، سلام، حال شما چطور است؟ به إيران خوش آمدی. فرشته ها از آسمان می آیند. اینجا جاده است. بله میدانم، اینجا جاده است. جاده. امروز تعطیل است. تعطیلات آخر هفته. تعطیل یعنی العطله. تعطیلات جمع تعطیل است. تعطیل، تعطیلات، تعطیلات آخر هفته. ما به کجا می رویم؟ ما به طبیعت می رویم. طبیعت. ما به تفریح می رویم. گردش یا تفریح یعنی نزهه. طب حکینا عن طبیعت. طبیعت یعنی کوه، دشت، جنگل، رودخانه، بیابان، شنزار، کویر. کوه، دشت، جنگل، رودخانه، بیابان، شنزار، کویر. آفرین. طبیعت یعنی فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان. فصل بهار، تابستان، پاییز، زمستان. طبیعت یعنی سرما، گرما. سرما، گرما. طبیعت یعنی آواز پرندگان. آواز پرندگان. محسن شاعر است. اینجا طبیعت است. طبیعت زیبا است. من یک شعری برایت نوشتم. الان فکر میکنم تو بتوانی معنی شعرهای ساده را درک کنی. بخوان. من بدارم افشی. من، تو، او، ما هستیم. ما با هم پیوستیم. پیوستیم. پیوستن یعنی الاتحاد.
پیوستیم، یعنی ما پیوستیم. فعل گذشته ساده پیوستم، پیوستی، پیوست، پیوستیم، پیوستید، پیوستند. آفرین. فعل گذشته ساده، حال التزامی و حال اخباری را خوب یاد گرفتی. بخوان. من ابرم می بارم، می بارم، می گریم، می گریم. من ابرم، می بارم، می گریم، نم نم نم. من ابر هستم، من می بارم، من گریه می کنم، نم نم نم. من خاکم، من خاک هستم. من پاکم، من پاک هستم. از باران نمناکم، من از باران نمناک هستم. من نورم، من نور هستم. امیدم، من امید هستم. تابانم، من تابان هستم. خورشیدم، یعنی من خورشید هستم. ما ابریم، یعنی ما ابر هستیم. ما نوریم، یعنی ما نور هستیم. ما خاکیم، یعنی ما خاک هستیم. پر شوریم، ما پرشور هستیم. کو کو کو، کو یعنی کجا است، کجاست، کجاست، کجاست. پیدا شد از هر جا گل وا شد، یعنی گل باز شد. آیا این شعر را خودت سرودی؟ سرودن یعنی الانشاد. سرودم، سرودی، سرود، سرودیم، سرودید، سرودند. سرودن، سرودن چه کلمه زیبایی است. سرودن، سرودم، سرودی، سرود، سرودیم، سرودید، سرودند. آیا این شعر را خودت سرودی؟ نه، شاعر این شعر آقای اسدالله شعبانی است. یا این شعر را آقای اسدالله شعبانی سروده است. شاعر این شعر آقای اسدالله شعبانی است. یا این شعر را آقای اسدالله شعبانی سروده است. من، تو، او، ما هستیم، ما با هم پیوستیم. من ابرم، می بارم، می گریم، نم نم نم. من خاکم، من پاکم، از باران نمناکم. من نورم، امیدم، تابانم، خورشیدم. ما ابریم، ما نوریم، ما خاکیم، پرشوریم. کو کو کو، پیدا شد از هر جا گل وا شد. آیا موافق هستی برای خوردن نهار به پایین برویم؟ موافق هستی؟ یعنی موافق؟ بله، من موافق هستم که برای خوردن نهار به پایین برویم. شما دوست دارید در تعطیلات چه کارهایی انجام دهید؟ من دوست دارم با نوام به پارک و یا شهر بازی بروم. من پدر بزرگم را خیلی دوست دارم و دوست دارم تعطیلات را با او باشم. ما به پارک و شهر بازی می رویم.
من دوست دارم تعطیلات را با مطالعه بگذرانم. من دوست دارم در خانه تلویزیون نگاه کنم و یا موسیقی گوش کنم. من دوست دارم به دیدار پدر و مادرم بروم. من همیشه پنجشنبه ها صبح استراحت می کنم و بعد از ظهر به سینما یا تئاتر می روم. سپس بعد از ظهر جمعه به دیدار دوستان یا فامیل می روم و یا کارهای منزل را انجام می دهم. شما تعطیلات را چگونه می گذرانید؟ امروز هوا خیلی خوب است. بله، امروز خیلی هوا خوب است. ما الان در طبیعت هستیم. الان ما در چه فصلی هستیم؟ الان فصل زمستان است. بله، الان فصل زمستان است. الان کدام ماه از ماه‌های فصل زمستان است؟ الان کدام ماه یعنی چی؟ کدام ماه یعنی ای شهر؟ الان کدام ماه از ماه‌های زمستان است؟ الان ماه دی است و امروز جمعه است. آفرین، تو دانشجوی خوبی هستی حسن. من از همه شما خیلی متشکرم که من را به اینجا آوردید و از مادر به خاطر چند طبخه؟ آها، طبخه یعنی دست پخت. دست پخت؟ آشپزی کردن یا پختن یعنی الطبخ. آشپزی کردن؟ مزه یعنی طعم. مزه؟ خوشمزه یعنی لذیذ. خوشمزه؟ الا شو بتصیر عکسه؟ بدمزه. بدمزه؟ دست پخت مادر خیلی خوب است، خیلی خوشمزه است. مقتله مالح و حلو و مر و حامض، چه معنی هم بسیر بالفرسی؟ مالح یعنی شور. شور، شور. حلو یعنی شیرین. شیرین، شیرین. مر یعنی تلخ. تلخ، تلخ. حامض یعنی ترش. ترش، ترش. شور، شیرین، تلخ، ترش. ذائقه یا مزاج یعنی ذوق. ذائقه من، مزاج تو. ذائقه، مزاج. غذای مادر نه شور است، نه شیرین است، نه تلخ است، نه ترش است، اما خوشمزه است. نوشه جان یعنی سحتن، یک تعارف است. خب همگی موافقین برویم؟ بله، اما کجا برویم؟ به تهران، به خانه خودمان. من فردا بایستی به بیمارستان بروم. بیمارستان؟ چرا شما فردا به بیمارستان بروید؟ آیا شما بیمار هستید؟ نه، پدر بیمار نیست. پدر فردا نوبت کاریشان هست. ایشان در بیمارستان کار میکنن. فراموش کرده بودم. زمان ماضی بعید و مصدر آن فراموش کردن است. فراموش کرده بودم، فراموش کرده بودی، فراموش کرده بود، فراموش کرده بودیم، فراموش کرده بودی،
فراموش کرده بودن. بله فراموش کرده بودم، فراموش کرده بودم، فراموش کرده بودی، فراموش کرده بود، فراموش کرده بودی، فراموش کرده بودید، فراموش کرده بودند. بله فراموش کرده بودم. پس اگر موافقی بسم الله. نفس دولاب. پدر این چرخ پنچر است، حالا چه کار کنیم؟ حالا چه کار کنیم؟ لطفا شما به تعمیرگاه بروید و یک حلقه لاستیک بخرید. تعمیرگاه؟ یک حلقه لاستیک یعنی چی؟ یک حلقه لاستیک یعنی دولاب واحد. یک حلقه، دو حلقه، حلقه واحد شمارش لاستیک است. تعمیرگاه، تعمیر، یک حلقه لاستیک. طب یالا برویم. بچه ها زودتر برگردی. بالنسبة إلى الزمن الماضي يمكن أن نقسم الزمن الماضي إلى عدة مراحل. هناك زمن ماضي قريب من الحالي، وهناك أبعد منه وبعيد منه، وهناك أبعد. فلهذه المجالات الزمنية أسلوب خاص لبيان الفعل. فتعلمنا لحد الآن الماضي البسيط. الماضي البسيط كان يدل على الفعل الذي حدث وانتهى، لكن الماضي الذي سميناها بالعربية الماضي الإخباري أو الفارسية الماضي النقلي ما يخبرنا بالفعل الذي حدث في الماضي. لكن هناك أسلوب آخر للفعل الماضي نسميها الماضي البعيد. الماضي البعيد يدل على فعل إن تحقق وانتهى في زمن بعيد جدا عنا، أو قد تحقق قبل فعل آخر. صحيح، يعني هناك حدثان في الماضي لكن أحدهما أقرب إلينا والآخر أبعد عنا. فالفعل الذي يدل على الأبعد منا نسميه بالماضي البعيد. ربما إذا مارسنا الأسلوب بالعربية أنتم تعرفون الفرق، نقول كنت قد ذهبت، كنت قد ذهبت، رفته بودم، رفته بودم. فإذا قلنا رفتم و رفته بودم، فالفرق بأن هذا الفعل يدل على زمن أبعد من الأول. أو نقول نوشته بودم، نوشته بودم. فهذا الفعل بود إذا جاء بعد الفعل الذي سميناه بالماضي النقلي في الفارسية يدل على الماضي البعيد. فنضرب بعض الأمثلة بالعربية، أنتم تشاركون في ترجمة هذه الجمل بالفارسية لنتعلم أكثر ولنمارس أكثر هذا الأسلوب. قد كنت قد جلست على حافة الينبوء، كنت قد جلست على حافة الينبوء. نادية ما معنى هذه الجملة؟ بر لب چشمه نشسته بودم، بر لب چشمه نشسته بودم. نعم صحيحه، بر لب چشمه نشسته بودم. بر لب چشمه حافه بالعربيه يعني ضفه، يعني على ساحل. بر لب چشمه نشسته بودم. فالاسلوب الثاني او المثال الثاني نساله من الاخ فادي. كنت قد كتبت درسي، كنت قد كتبت درسي قبل خروجي من البيت، قبل خروجي من البيت. درسم را قبل از بیرون آمدن از خانه نوشته بودم. صحيح، ترجمته صحيحة. درسم را قبل از بیرون آمدن از خانه نوشته بودم. فالفعل الكتابة يدل على أنه قد قام بهذا الفعل قبل الخروج من البيت. الجملة الثانية نطلب من أخ سعيد. سعيد ما معنى هذه الجملة؟ كنت قد رأيت صديقي في ساحة الجامعة قبل ساعة. كنت قد رأيت صديقي في ساحة الجامعة قبل ساعة. دوستم را در حیات دانشگاه ساعتی قبل دیده بودم. نعم صحيح، دوستم را در حیات دانشگاه
ساعتی قبل دیده بودم، دیده بودم. فاذا جئنا به اسلوب الماضی نقلی و اضفنا مشتقات من فعل بودن و به معنی الوجودی بود، بودم، بودی، بودیم، بودند، بودید. فهذه المشتقات من فعل بودن اذا اضفناه الى اخر الماضي النقلي الذي تعلمناه كيف نصنعه وكيف نصيغه فنصنع الماضي البعيد. كان موضوع درسنا الماضي البعيد، لكن لاجل ترسيخ جذور هذا الدرس فمن الاحسن ان نذكر بعض الامثله لنعرف الاساليب المختلفه لاستخدام هذا الزمن من الفعل. ف ما ترجمت هذه الجملة؟ نقول عندما استيقظت كانت السماء قد أمطرت. عندما استيقظت كانت السماء قد أمطرت. فادي ما ترجمت هذه الجملة؟ هنگامی که از خواب بیدار شدم باران باریده بود. صحیح. هنگامی که از خواب بیدار شدم باران باریده بود. فهناك وقوع الامطار للسماء وهناك استيقاظ من النوم. بما أن امطار السماء كان قبل الاستيقاظ من النوم نسمي الفعل الثاني الماضي البعيد. هنگامی که از خواب بیدار شدم باران باریده بود. أو نقول عندما اتصلت بصديقي كان لم يكتب درسه. طبعا الماضي البعيد ممكن أن يكون إيجابا وهذا منفي أو سلبيا. عندما اتصلت بصديقي كان لم يكتب درسه. كيف نترجم هذا سميرة؟ هنگامی که با دوستم تماس گرفتم درسش را نوشته بود. صحیح. هنگامی که با دوستم تماس گرفتم درسش را ننوشته بود. ننوشته بود. فهذه الأمثال يبين لنا الموضوع لصياغة الفعل الماضي البعيد. ولتزويد بعض معلومات نتحدث شيئا عن الأعداد. تحدثنا عن العدد من الواحد إلى العشرة، الآن فقط نشير إلى الألفاظ ما بين العشرة إلى العشرين. ما بين العشرة إلى العشرين، ماذا نقول بالعشرة في الفارسية؟ ده. وماذا نقول بالعشرين؟ بيست. يعني ما بين الده وبيست، ما بين العشرة إلى العشرين. فقط أنا أشير إلى ألفاظها، نقول يازده بمعنى 11، دوازده 12، 13، سيزده 14، 14، 15، 15، 16، 16، 17، 17، 18، 18، 19، 19، 19 والعشرون أو العشرين بمعنى بيست.